کانادا روی سن میرن و جان برد سخنرانی میکنه. میخواهم سلام کنم به همه دوستانمون در اشرف 3. ما با شما هستیم. میدونید امروز روزی برای حمایت هستش. من شجاعت کانونهای شورشی رو بهش درود میفرستم، شجاعتی که مردم ایران به خرج دادن و همه رو امیدوارم الهام ببخشه تا دولت‌ها کاری که لازمه رو انجام بده. ما در 15 سال اخیر این رو فهمیدیم که مماشات فقط به شکست می انجامه و برای باقی موندن آخوندها در قدرت. اگر واقعا میخوایم با این رژیم مقابله کنیم، اگر میخوایم به مسائل برنامه اتمیش بپردازیم و کارهایی که در سراسر منطقه میکنه، اگه میخوایم قبل از هر چیز با سرکوب اون مقابله کنیم علیه مبارزان آزادی در ایران، باید قاطع باشیم، باید صریح باشیم، باید قویاً بایستیم. یعنی نباید تجارت و وضعیت معمول ادامه پیدا کنه. در کانادا ما از احزاب سیاسی مختلف هستیم. اولین کشوری بودیم که روابط دیپلماتیکمون رو قطع کردیم و گفتیم که دیگه وضعیت نمیتونه عادی باقی بمونه. با نقض حقوق بشر رژیم ایران مقابله کردیم و هر سال قطعنامه ای رو بردیم در سازمان ملل برای مقابله با جلادان اونها. ما همچنین خیلی خیلی مفتخریم که بعد از سالهای سال کانادا بالاخره سپاه پاسداران رو یک گروه بین المللی تروریست لیست گذاری کرد. با قدرت و قاطعیت ما میتونیم پیروز بشیم. من میخوام باز هم یه بار دیگه بگم که چقدر ما الهام میگیریم از همه شما در خارج ایران و به خصوص در داخل ایران که شجاعت و عزم جزم خودشون رو به نمایش میگذارن برای پایان دادن به یوغ آخوندها. این رژیم آخرین زورهای خودش رو میزنه، پس شما هم به مبارزه ادامه بدید. عصر همگی به خیر خانم جودی سکرو. خیلی فوق‌العاده است که دوباره برگشتم در اجلاس بین‌المللی ایران آزاد 2024 و امیدوارم که اجلاس 2025 در تهران برگزار بشه. همه ما میخواییم این اتفاق بیفته. من امروز با همکارم کندیس برگن همراه هستم، تونی کلمنت و سناتور مایکل مکدونالد. ما هممون اینجا هستیم که حمایت کانادا رو ابراز کنیم و خیلی خوشحالم که دولت من همین دو هفته پیش سپاه پاسداران رو لیست گذاری کرد به عنوان گروه تروریستی، چیزی که خیلی خیلی وقت بود روی اون کار میکردیم. اکنون اتحادیه اروپا و انگلستان باید از اون پیروی کنند. این برنامه داره پخش میشه و آخوندها و بقیه دارن این رو نگاه میکنن و میلرزن و میفهمن که همه جهان حمایت میکنن از شورای ملی مقاومت ایران. میتونن انتخابات و هرچی میخوان برگزار کنن. خانم رجوی و گروه فوق‌العاده شما و همه زنان و مردان فوق‌العاده اشرف 3، امیدوارم فرصت دیگه ای داشته باشم که اونها رو ببینم، ازشون تشکر کنم، بگم که کار خوبتون رو ادامه بدید. فقط بحث بر سر ایران نیست، بلکه بحث به واقع در رابطه با کل جهانه و همه ما که موضع میگیریم علیه اقداماتی که رژیم انجام میده، چه اون کارهایی که علیه اوکراین میکنه. ما یک جبهه متحد هستیم و خیلی فوق‌العاده است و رهبری شما این چنین هست. من برنامه نه فقط برنامه ده مادهتون، بلکه همه نمایندگی هایی که اینجا دارید امروز نشون میده که این چنین هستید. ما شما رو دوست داریم، به حمایت از شما ادامه میدیم. خدا شما رو حفظ کنه و خیلی ممنونم از این فرصتی که به من دادید.